سلام دوستان، وقت شما بخیر. بنده امید زندی هستم. در این آموزک از فرادرس می‌خواهیم به سطوح پارامتری بپردازیم. اگر بخواهیم مساحت یک شکل سه‌بعدی رو به دست بیاریم و یا انتگرال‌های سطح اسکالر و برداری رو محاسبه بکنیم و یا معادله صفحه مماس بر یک سطح رو به دست بیاریم، باید بیاییم اون سطح رو پارامتریزه بکنیم. مثلا در اینجا سطح S رو داریم و می‌خواهیم مساحت این سطح و یا معادله این صفحه مماس رو در این نقطه به دست بیاریم. برای انجام این کار ما باید بیایم یک نگاشت رو بدین صورت تعریف بکنیم که کل سطح S رو مشخص میکند. در فضای سه‌بعدی ما فقط با استفاده از دو تا پارامتر میتونیم هر سطحی رو پارامتریزه بکنیم. در نتیجه این نگاشت از R2 به R3 هست. R2 دامنه متغیرهای U و V هست و R3 هم یعنی که سه تا خروجی X, Y و Z داریم. R, U و V میشه XI به علاوه Y, J به علاوه Z, K که X, Y و Z تابعی از U و V هست و U و V هم خودشون در داخل دامنه D هست. این D هم در واقع زیر مجموعی از R2 هست. ما محدوده U و V رو و همینطور توابع X, Y و Z بر حسب U و V رو طوری انتخاب میکنیم که کل سطح S مشخص بشه. در این صورت مثلا اگر بخواییم انتگرال تابع F بر روی این سطح رو به دست بیاریم، کافیه که در تابع F به جای X, Y و Z از R, U و V استفاده بکنیم و D زیگما یا المان سطح هم برابر میشه با اندازه R, U کراس R, V D, U, D, V. R, U مشتق R نسبت به U، R, V هم مشتق R نسبت به V هست و این ضرب هم ضرب خارجی هست. اندازه این عبارت ضرب در D U D V المان سطح رو مشخص میکنه. حال کافی که این انتگرال دوگانه رو در دامنه D محاسبه بکنیم تا انتگرال F بر روی سطح S به دست بیاد. حال اگر F رو برابر با 1 در نظر بگیریم، در این صورت این انتگرال بیانگر مساحت S هست. در مثال اول می خواهیم بررسی بکنیم که این معادله چه سطحی رو توصیف می کند. R میشه U I به علاوه U کوسینوس V J به علاوه U سینوس V K. X در اینجا برابر با U هست. Y برابر هست با U کوسینوس V و Z هم برابر هست با U سینوس V. در پارامتریزه کردن سطح ها از روابط مثلثاتی خیلی استفاده میشه. پس در اینجا اگر بیاییم y به تان 2 به علاوه z به تان 2 رو محاسبه بکنیم، میشه u کوسینوس v به تان 2 به علاوه u سینوس v به تان 2. از u2 فاکتور میگیریم، کوسینوس به تان 2 v به علاوه سینوس به تان 2 v به دست میاد که طبق روابط مثلثاتی برابر با 1 هست. پس کل این عبارت میشه U به تان 2. از طرفی U برابر با X هست، بنابراین Y به تان 2 به علاوه Z به تان 2 میشه X به تان 2 که دقیقا معادله یک مخروط رو نشون میده، مخروطی که در راستای محور X هست. شکل اون رو هم در اینجا مشاهده میکنید. بنابراین سطح این مخروط خیلی راحت توسط این معادلات پارامتریزه میشه و مثلا اگر ما بخواهیم مساحت جانبی این مخروط رو به دست بیاریم، از این R استفاده می کنیم. در مثال دوم می خواهیم معکوس مثال اول رو انجام بدهیم، یعنی X بر حسب Y و Z رو داریم و می خواهیم اون رو پارامتریزه بکنیم. برای سادگی در اینجا مثلا می تونیم U رو برابر با Y و V رو برابر با Z در نظر بگیریم. پس جایگذاری رو در معادله اول انجام بدهیم. X میشه 5 ضرب در U به تان 2 به علاوه 2Z به تان 2 منهای 10 و در نتیجه بردار R برابر میشه با X, Y و Z و یا 5U به تان 2 به علاوه 2V به تان 2 منهای 10 و U و V. این روش اول بود. اما دقت بکنید که ما پارامتریزه کردن رو به بی نهایت روش میتونیم انجام بدهیم. مثلا میتونیم در اینجا x رو بدین فرم تعریف بکنیم. x برابر میشه با رادیکال 5y به تان 2 به علاوه رادیکال
دو زد بتان دو منهای ده. حال برای اینکه از روابط مثلثاتی استفاده بکنیم، میاییم رادیکال 5 وای رو به صورت یو کوسینوس وی تعریف میکنیم. این یوها دیگه متفاوت با این یوهایی هست که در اینجا تعریف کردیم. همچنین رادیکال 2 ضرب در زد رو به صورت یو ضرب در سینوس وی تعریف میکنیم. پس این جایگذاری ها رو در اینجا انجام بدهیم، ایکس برابر میشه با یو بتان 2 منهای 10. رادیکال 5 وای بتان 2 میشه یو کوسینوس وی بتان 2. رادیکال 2 زد بتان 2 هم میشه یو سینوس وی بتان 2 که از یو بتان 2 فاکتور بگیریم، کوسینوس وی بتان 2 به علاوه سینوس وی بتان 2 میشه 1. در نتیجه x میشه یو بتان 2 منهای 10. و در نتیجه r در اینجا برابر میشه با یو بتان 2 منهای 10 برای x. طبق این رابطه y میشه یو کوسینوس وی تقسیم بر رادیکال 5 و z هم میشه یو ضرب در سینوس وی تقسیم بر رادیکال 2. پس این هم روش دوم هست، این هم روش اول بود. کدام یکی از این روش ها بهتر هست؟ بستگی به انتگرالی که ما میخواهیم محاسبه بکنیم، ما از یکی از این روش ها استفاده میکنیم. ممکنه که ما بخواهیم انتگرال سطح F دی زیگما رو بر روی سطح S یعنی سطح این معادله محاسبه بکنیم. حال فرم F ممکنه که به صورتی باشه که اگر از روش دوم استفاده بکنیم، محاسبات انتگرال هم خیلی سریع‌تر میشه. بنابراین ما از روش دوم استفاده میکنیم. و یا ممکنه که فرم F به صورتی باشه که اگر از روش اول استفاده بکنیم، زودتر به جواب میرسیم. پس با توجه به تابع F و همینطور دامنه D، ما یکی از روش‌ها رو انتخاب میکنیم. باید دقت کرد که ممکنه که کل سطح این معادله مد نظر نباشه و فقط بخشی از اون مورد نظر باشه. پس ما باید بیاییم در اینجا هم محدوده های یو و وی رو در داخل دامنه دی طوری انتخاب بکنیم که بخشی از این سطح که مد نظر هست انتخاب بشه. در مثال بعدی سطح یک کره رو در نظر میگیریم. x2 به علاوه y2 به علاوه z2 برابر با c و یا رادیکال c بتان 2. x2 به علاوه y2 به علاوه z2 میشه رادیکال c بتان 2 که یک کره به مرکز مبدأ مختصر و شعاع رادیکال C رو نشون میده. حال در اینجا در روش اول میتونیم X رو برابر با U و Y رو برابر با V تعریف کنیم و در این صورت از این معادله Z رو به دست بیاریم. Z برابر میشه با مثبت و منفی رادیکال C منهای X بتان 2 میشه U بتان 2 منهای Y بتان 2 هم میشه V بتان 2. در نتیجه بردار R رو به صورت U V و مثبت و منفی رادیکال C منهای U بتان 2 منهای V بتان 2 تعریف می کنیم. مثبت نیم کره بالایی و منفی هم نیم کره پایینی رو مشخص می کنه. اما دامنه U و V رو هم باید تعریف بکنیم. Z بتان 2 میشه C منهای U بتان 2 منهای V بتان 2. Z بتان 2 همواره بزرگتر مساوی 0 هست. بنابراین این عبارت هم باید بزرگتر مساوی 0 باشه و نتیجه میگیریم که دامنه D بدین صورت هست. U 2 به علاوه V 2 باید کوچکتر مساوی C باشه. یعنی داخل دایره به مرکز مبدأ و شعاع رادیکال C. این روش اول هست. اما در روش دوم از مختصات کروی استفاده می کنیم که اگر سطح به صورت یک کره باشه، استفاده از مختصات کروی باعث سریع‌تر شدن محاسبات خواهد شد. شعاع کره برابر هست با رادیکال C و میایم در مختصات کروی X رو به صورت R کوسینوس تتا سینوس فی، Y رو به صورت R سینوس تتا سینوس فی، Z رو هم به صورت R کوسینوس فی تعریف میکنیم. اگر این عبارت ها رو به توان 2 برسونیم و همه رو با هم جمع بکنیم، R به توان 2 یا همون C به دست میاد. این یک فرم خیلی بهتر برای پارامتریزه کردن سطح اشکالی هست که شبیه یک کره هست. به صورت فیزیکی هم این تتا زاویه تصویر بردار بر روی صفحه XY با محور X هست و این فی هم زاویه بردار با محور Z هست. و چون کره رو ما کامل در نظر میگیریم،
تتا بین 0 تا 2 پی و فی هم بین 0 تا پی تغییر می کند. این برای یک کره کامل هست. ولی مثلا اگر نیم کره بالایی رو در نظر بگیریم، در نیم کره بالایی فی بین 0 تا پی تقسیم بر 2 تغییر می کند، ولی تتا همچنان بین 0 تا 2 پی تغییر خواهد کرد.